19 خرداد ماه 1396 خورشیدی و 9 ژوئن 2017 میلادی. هفته پیش در صفحه آخر پرداختیم به یه تعداد از مؤسسه های مالی و اعتباری و سپرده های مردم تو این مؤسسه ها. امشب میپردازیم به همدستی این مؤسسه ها با هم و با حکومت و با امامان جمعه در بدبخت کردن مردم. پرده آخرم که آخر برنامه. اما قبل از همه تقدیمی به خانواده جانباختگان حمله تروریستی تهران. از فاصله دو متری با اسلحه بزرگ از خان زده خانماتی به پا مکردی خانم از جنو اومده بود، از سرش دادن، از قلبش دادن، همه رو فقط روش پوشونده بود، تک 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 همه رو از سر و قلب فقط میزد فرار. خیلی کنسرت ما رو حتی نداشتن یه خودکار ببریم داخل، همینطوری فقط گفتن کاغذ و مدارکتون رو میبریم. حالا چطور میشه توی قوه مقننه توی بهارستان با اسلحه میان داخل؟ درباره حوادث تروریستی روز چهارشنبه تهران اخبار رسمی رو شنیدین از صدا و سیما که در این باره منابعش وزارت کشور است و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. حالا فارغ از این اخبار رسمی که مسئولش دولت جمهوری اسلامی است، خیلی تفسیر و تعبیرهای غیر رسمی هم شده که مسئولانش طبیعتا نویسندگان این تفسیر و تعبیرهان. یکیشو براتون میخونم که مربوط میشود به یه جوری مربوط میشه به تجمع مال باختگان جلو مجلس تو این دو هفته پیش که در واقع گسترش یابنده بود و جلو مراکز حکومتی دیگه. در چنین شرایطی دیگر هیچ یک از اعتراض‌ها و تجمع‌های مردمی در جلو درب ساختمان مجلس برگزار نخواهد شد. دیگر اقشار ناراضی جامعه از جمله فقیران، بازنشستگان، معلمان، کارگران، مال باختگان سیستم ورشکسته بانکی و غیره جرأت و مجالی برای گرد همایی و اعتراض نخواهند داشت. در پس هر خبر خبری نهفته است. بله، این ورشکستگی مؤسسه های مالی و اعتباری و بعضی از بانک ها ربطی به امروز و دیروز نداره. سال 94 تجمع مردم مال باخته و فریب خورده کشید به خشونت و آتش زدن و تخریب دفاتر این مؤسسه های کلاهبردار. خرداد امسال هم داشت و از همونطور میشد، با این تفاوت که اون موقع اساساً سپرده گذاره میزان تو استان خراسان بودن. امسال هر کسی که سرش کلاه رفته تو این مؤسسه ها اومد خیابون. تو شهر ساری ریختن مردم دم یکی از این مؤسسه ها، آخرش نیروی انتظامی هم مجبور شد کنار بکشه ازن.
بله، یا تو اردبیل شعار دادن که اصلا ریشه ظلم باید کنده بشه، که دیگه فراتر از مرگ بر سیف و نمیدونم شعار علیه بانک مرکزی هم. بی کفایت حیات آن مرکزی را رها کن، اجل به بی کفایت حیات آن مرکزی را رها کن. این بانک مرکزیه یا مرکز دزدیه؟ 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 یا حدت ابن الحسن ریشه ظلم را بکن، یا حدت ابن الحسن ریشه ظلم را بکن. در تهران و بعضی شهرهای دیگه اما کار کشید به زد و خورد و مردم هم کوتاه نیومدن. ببینین این تجمعها که به سرعت به زد و خورد با نیروهای حکومت کشید و نیروهای حکومت هم خیلی جاها دیدین دیگه، لااقل یکی دو نمونه شده که مجبور به عقب نشینی شدن، تا درست یک روز قبل از این عملیات تروریستی تهران ادامه داشت، از اون موقع قطع شد که حالا بخش تقدیمی را دیدین دیگه. باری اولین صندوق اعتباری که با اعلام ورشکستگی حدود 1,000,000 نفر بدبخت شدند، مؤسسه اعتباری میزان بود که با حمایت قوه قضاییه تشکیل شده بود. تعاونی اعتباری میزان بهمن 79 تشکیل شد با اعلام سود سپرده 18% که بعد تو رقابت با بقیه رسوندش به 22%. اولش دادگستری مشهد به عنوان تعاونی اعتبار میزان حدود تقریبا 3,000 نفر بودن از قضات و پرسنل خود دادگستری که این تعاونی رو افتتاح کردن با مجوز. تو خود ساختمان دادگستری هم اولین شعبه شو که اون 4 طبقه مشهد اونجا افتتاح کردن. بعد از اون شعبهش تا حدود 5 سال با همون عنوان تعاونی اعتبار کار کرده. بعد از 5 سال خود حساب بانک مرکزی بهش مجوز میده که این مجوزاش هستش که اینا میتونن به عنوان مؤسسه تابلوشون رو بعد به عنوان مؤسسه مالی اعتباری از حالا به بعد میتونن فعالیت کنن. مجوز مشروط بانک مرکزی به میزان بعد از 5 سال و مجوز قطعی و نهایی بانک مرکزی بعد از 10 سال، سال 89 به مؤسسه مالی و اعتباری میزان داده میشه. میبینین دیگه، نامه رو مال سال 89 بانک مرکزی، بازگشت به نامه شماره فلان تاریخ 14/12/89، تشکیل مؤسسه مالی و اعتباری میزان بر اساس قانون تجارت بلا مانع است. خب این مجوزم داره، تو دادگستری هم هست دفتر مرکزیش، سودم که 22% به سپرده میده. خب چه بهتر از این بریم همه دار و ندارمون رو بزنیم تو این صندوق، چون دیگه به قوه قضاییه نشه اعتماد کرد، به کجا میشه اعتماد کرد؟ مثلا هرچند که به گفته مالباخته های مشهدی سال هاست که این کلاهبرداری تو شهر مقدس مشهد زیر دماغ علم الهدا نه فقط در میزان، جاهای دیگه هم ادامه داره. این اتفاقات تو مشهد دفعه اول نیست که میفته، چندین سال از سال 76-77 به این و یک صندوق دیگه، صندوق که نبود، یک قرضال حسنه بود تو مشهد، خیلی هم مردم بهش اعتماد کردن. صندوق بنام قامل مهدی بود که وامای خیلی خوب میداد، تو مشهد هم خیلی ها رفتن ازش وام گرفت. من خودم یک نوبت وام گرفتم، به نوبت دومش بانک ملی زیر پا اینو خالی کرد که به کارش مثل همین میزان تقریبا انحلال کشید و تصفیه کرد. بعد حتی این صندوق عسکری که همین الان مجوز داره اینم به مشکل خورد، اینم بالاخره یک جوری رفتش بدن اعتماد ایرانیان بود به مشکل خورد، اونم ادغام کردن. خدمت هستم، چون
یه آرم دادگستری که مثل بقیه افراد که رفتن سپوره گذاشتن، آرم دادگستری که داشت اصلا ما فکر نمی‌کردم کارش به اینجا بکشه. بعدم بانک‌ها سودی که به کوتاه مدت می‌دادن 9% بود. خب بین 9% تا 20% خیلی اختلاف دیگه. این پولم به مرور به این چیز رسید. یعنی ما با پس‌انداز اندک اندک و وام و الان فرض کنید 2 تا از همین سپوره‌های من وام بوده که گذاشتم، الان دارم قسطاشو میدم ولی از خود پولش خبری نیست. ارث پدر مثلا بوده من رسیده بود گذاشتم، این هم که رفت. از بازنشستگی این فرض کنین سنوات هم بوده که دادم، اونم گذاشتم. یعنی همه اینا رو هم جمع شده، پولی نبوده که مثلا یه قولان بشه بعد بذارم. ذره ذره ما اینا رو جمع کردیم، من با امیده که مثلا یه خونه سرپناهی بگیم. چند میلیون آدم اینجوری بدبخت شدن و میشن بعد از عمری کار و حفظ آبرو و برنامه ریزی برای زندگیشون، که مثلا یه خونه میگیرن و بچه‌ها بزرگ میشن و با این گرونی دیگه حداقل مشکل جا ندارن. و همین مردم بارها رفتن جلو دادگستری مشهد که شعبه اصلی صندوق اعتباری میزان تو خود این ساختمون دادگستریه، بارها رفتن و خواستن که دستگاه عدل اسلامی تکلیفشون رو روشن کنه. به اتفاق یک گروهی رفتیم ما جلوی دادگستری مشهد و صحبت کردیم. اینا اصلا منکر میشن که این هیچ وابستگی، میگه مال یک عده از بازنشستگان دادگستری بودن که آمدن این صندوق رو تأسیس کردن و هیچ ربطی به دادگستری نداره. وقتی که سوال میکنم چرا اولین شعبهش تو دادگستری، جواب درست نمیدم. میگن نه، هیچ وابستگی به ما نداره. برای اگر قبول بکنم برای خودشون یک سری مسائل پیش میاد دیگه، یعنی باید بالاخره جوابگو بشن. خیلی راحت ازش در میاد. این وسط علم الهدا نماینده خامنه ای و امام جمعه مشهد که تو همه چی دخالت میکنه، اون چی میگه؟ پیش علم الهدا رفتن این مال باخته ها؟ چرا پیش امام جمعه توی جشنای نیمه شعبان بوده که توی یک از جشنا رفتم پیشش، ایشون گفته بود که من اصلا به مسائل مالی هیچ کاری ندارم. بله، چون اینا که ظلم نیست، موسیقی ظلمه. بذار اینجا پرانتز بکنم قبل از اینکه همین مؤسسه های مالی، مشخصا این مؤسسه میزان رو ادامه بدیم که هنوز دارن سپرده گزارش میدونن واسه گرفتن اصل پولشون، یه پرانتز بکنم بگم که فقط علم الهدا نیست که میگه من با این مسائل کاری ندارم، امام جمعه های دیگه هم همینطورن. تو بندر عباس برای نمونه آلومینیوم المهدی هرمزال استان هرمزگان 2400 تا کارگر داره. 2 سال میشه که کارگران مدام باید سر گرفتن حقوق و بازنشستگی و بیمهشون جمع بشن، التماس کنن، درگیر بشن با کارفرما. چون من واحد ایمنی هستم میدونم و آمار تو دستمه، حداقل 1000 نفر در واقع از کار افتاده ما داریم. من 18 سال 19 سال 20 سال به اضافه سابقه قبلیم کار کردم برای اینکه الان یک بخور نمیری به نام بازنشستگی دریافت بکنم. تمام انرژیمو گذاشتم. من خودم 13% سطح بدنم سوخت. کجای پات سوخته؟ کلا پای چپم تا زانو رفته، این مواد مضاد. آخرش تصمیم میگیرن، همین 10 روز پیش تصمیم میگیرن برم پیش امام جمعه بندر عباس، غلام علی نعیم آبادی. ببینید نماینده رهبر معظم نظام مقدس چجوری برخورد میکنه. واکنش کارگران هم ببینین که دست جمعی از مسجد میزنن بیرون. یه محبت فرمودید که یه نمایی شده جایی کارگرد سراغان همه اینجوری مردم پشت میکنن با آخوندهایی که بذاریم بگم که تو سریال ها و فیلم های سینمایی نشونشون میدن به عنوان مظهر کمک کردن به مردم، بسیار آدم های وارسته نشونشون میدن. این امام جمعه ها دیگه آخوندهای نمونه مملکت امام زمان. باری برگردیم به مؤسسه میزان. این مؤسسه سال 89 مجوز بانک مرکزی دولت احمدی نژاد رو میگیره، سال 93 300 میلیارد تومان به اسم وام میده به پدیده شاندیز.
اردیبهشت 94 هم اعلام ورشکستگی میکنه. چند ماه بعد از اینکه اون 300 میلیارد رو میده به آقای محسن پهلوان مقدم، رئیس پدید شانتیس. 3 ماه قبل از اینکه میزان اعلام ورشکستگی بکنه، رئیس کل بانک مرکزی جناب حسن روحانی در ادامه طرح ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری که خیلی روش دارن شعار میدن، میخواد دوباره به میزان مجوز بده، که یعنی از امتحان این دولت تدبیر و امیدم سربلند بیرون اومدی. همون کاری که با مؤسسه اعتباری فرشتگان کرد، اونم هفته پیش سندش رو نشون دادیم که هم مجوز از دولت احمدی نژاد داشت هم از این دولت. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت در حال حاضر مسئله صدور مجوز برای مؤسسه میزان مطرح است که در صورت ارائه اسناد و مدارک لازم به بانک مرکزی و مطابقت آن با ضوابط بانک مرکزی، این مجوز صادر خواهد شد. که دیدین دیگه مجوز میزانو 13 اردیبهشت 96 یعنی 2 سال بعد از اعلام انحلال میزان، بانک مرکزی میاد اطلاعیه میده که تازه دارایی‌های تعاونی منحله میزان توسط کارشناسان دادگستری ارزیابی و به بانک صادرات ایران منتقل شده و از این محل سپرده‌های حدود 975 هزار نفر از سپرده‌گذاران گرفتار این تعاونی تعیین تکلیف گردید. آدم فکر میکنه همش پرداخت شده. اطلاعیه بانک مرکزی ها، حقه بازی رو ببینین. حالا متن خبر رو براتون میخونم میفهمین حقه بازی یعنی چی. متن خبر: نظر به این که یه بار دیگه اگه نشون بدیم همون صفحه رو که داشتیم نگاه میکردیم، بله، نظر به این که امکان نقد شدن دارایی‌های انتقالی از تعاونی منحله میزان به بانک صادرات ایران در کوتاه مدت امکان پذیر نمی باشد، لذا کلیه دارندگان سپرده‌های تا مبلغ 10 میلیارد ریال در صورت تمایل می توانند معادل حداکثر 10% سپرده خود را نقدی دریافت کنند. همچنین دارندگان سپرده های با مبالغ بیش از 10 میلیارد ریال در صورت نیاز می توانند حداکثر معادل 5% سپرده خود را نقدی دریافت کنند. اینجوری داستان که مردم کلافه میشن میریزن تو خیابون. 5 تا 10% سپردتون رو میتونین دریافت کنین. یعنی اگه 20 میلیون سپرده گذاشتین 10 سال پیش تو میزان، الان بهتون 2 میلیون تومان میدن. سود و تفاوت ارزش 20 میلیون اون موقع و امروز و این حرفا همه به کنار. همونی رو که 10 سال پیش سپرده گذاشتین، اعتماد کردین، بهتون رسما میگن 5 تا 10% رو میدیم. پول خودتون رو که سپرده گذاشتین. این دزدی، خیانت در امانت، نص صریح اطلاعیه بانک مرکزی که دیدیم. بعد رؤسای این مؤسسه، همین مؤسسه اعتباری میزان که 1 میلیون نفر رو بدبخت کردن، اونا کجان؟ آقای غفور حلمی رئیس هیئت مدیره میزان کجاست الان؟ 1 روز قبل از اعلام انحلال میزان، ببینید این تاریخ ها رو توجه بکنیم، ببینید من نمیگم پر روی و نمیگم لغت های دیگه، جسارت واقعا منفی. 1 روز قبل از اعلام انحلال میزان، یعنی 19 اردیبهشت 94، دستگاه قضایی اعلام کرد غفور حلمی و 2 عضو دیگر هیئت مدیره بازداشت شدند، چون نتونستند در مهلت 2 هفته‌ای که بهشون دادیم پول سپرده گذارا رو بدن. مردم مشهد میدونن که سال 93 فروردین و اردیبهشت 94 اعتراض و تجمع هر روزه حدود 1 میلیون سپرده‌گذار میزان دردسر امنیتی جدی برای حکومت در استان خراسان درست کرده بود. گفتن حلمی بازداشت شد، کاراتون درست میشه. الان حلمی کجاست؟ همونجا که هم دستش پهلوان مقدم پدیده شاندیزه که 300 میلیارد تومان از همین حلمی گرفت به اسم وام میزان به پدیده. بعد این حاج غفور حلمی رو که مهر 93 به عنوان مدیر شایسته ملی جایزه بهش دادین، سر کیو کلا میذارین که گرفتیمش؟ خبر رو ببینین: رئیس هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری میزان
تندیس مدیر شایسته ملی را به خود اختصاص داد. این تندیس طی مراسمی که در مرکز همایش‌های صدا و سیما در تهران برگزار شد به غفور حلمی رئیس هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری میزان اهدا شد. مسئولان بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس میگن چیزی که باعث شد میزان ورشکست بشه 300 میلیارد تومان پولی بود که داد به پدیده شاندیز و نتونست پس بگیره. گیریم این درست باشه. این همدستی مؤسسه های مالی برای دوزی های کلون و بازی دادن مردم چندین سال جریان داره. یکی از کارهایی که این صندوق ها میکنن اینه که پولای مردم رو میدن به همدیگه به اسم وام. همشون هم میرن، تقریبا همشون میرن با این پول مردم برج سازی میکنن که از همه بیشتر سود داره واسه شون. بعدم میگن ورشکست شدیم، پولا رو گذاشتن تو برج سازی دیگه، میگن ورشکست شدیم، نقدینگی نداریم، پول مردم رو بر نمیگردونیم، نمیتونیم برگردونیم. میزان میاد سال 91، دو سال قبل از اینکه مثلا وام بده به پدیده، 21 میلیارد تومان وام میده به مؤسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان تو همون مشهد. بعد که اعتماد ایرانیان این وامو میگیره اعلام میکنه ورشکست شده، پول وامی رو که گرفته نمیتونه بده. اینجا 21 میلیارد تومان پول سپرده‌گذارا رفت. بعد گفتم سال 93 همین مؤسسه میزان میاد 300 میلیارد تومان میده به پدیده شاندیز. تو همین فاصله است که به رئیس هیئت مدیره میزان مدال موفق ترین مدیر شایسته کشور رو میدن، بهمن 93. محسن پهلوان مقدم رئیس هیئت مدیره پدیده شاندیز تا سال 83، من یه بار قبلا توی برنامه گفته بودم، ایشون تا سال 83 یه کبابی داشت تو مشهد. چه جوری با دولت احمدی نژاد قاطی میشه من نمیدونم، ولی میدونم که به عنوان مشاور اقتصادی احمدی نژاد در دولت دهم تو جلسات هیئت دولت شرکت میکرد همین شخص. پدیده شاندیز سال 83 رسما و با شماره ثبت ملی تشکیل میشه به اسم شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز. سال 87 رسما و با مجوز ثبت ملی اسمش میشه پدیده شاندیز که هلدینگ ابنیه و ساختمانیش سهام میفروشه به مردم و در همین زمینم هم کلای همه 130-140 نفر رو برداشت، سهام میفروشه به مردم و با پول مردم سرمایه گذاری میکنه توی سری ساختمون سازی های عجیب قریب و شهر میسازه و هایپر مارکت درست میکنه. شهردار شاندیز آقای محسن پهلوان مقدم همیشه پشت سرش داشت، در واقع این شهردار شده بود، پشتش هم که احمدی نژاد بود. از دی 93 مشکلش با مردم بدبختی که این بارم گول خورده بودن و سهام پدیده رو خریده بودن علنی میشه، بعضی شبهاش پلم میشه تا مرداد 95 محسن پهلوان مقدم حکم بازداشت میگیره. الان کجاست؟ آخر این برنامه میگم که اینا الان کجان، نمونه میارم برات. یادتونه دیگه ماجرای محمود خاوری رو، کی میدونه که الان کجاست و چی کار میکنه و چه جوری در رفت؟ محسنی اژه‌ای سراغ همه فراریا و پشت پرده رفته های دزد و کلاهبردار رو باید از اژه‌ای بگیری. همونطور که محمود خاوری عرض کردم رئیس کل بانک ملی رو فراری داد از ایران و الان به دروغ میاد میگه حکم جلب بین المللیشو به جریان انداختیم و میخوایم برش گردونیم، ما از این حرفا و تازه میخوایم برش گردونیم که چی؟ شما خودتون کی هستی؟ ببینید اینا رو من چگونگی فرار خاوری، دست داشتن اژه‌ای، داماد اژه‌ای، همه اینا رو تو برنامه‌ای که درباره اعدام ناگهانی مهافرید امیر خسروی داشتم به تفصیل گزارش دادم که امیدوارم دیده باشین و شنیده باشین. دو تا برنامه داشتیم در اون باره. خب در مورد سهامداران پدیده، چقدر پول 116 هزار نفر سهامدار پدیده رفته دود شده؟ بر پایه حسابرسی انجام شده، حسابرسی های انجام شده، مجموع بدهی شرکت پدیده 8400 میلیارد تومان است که این بدهی شامل حقوق سهامداران،
حقوق دولتی، هزینه‌های صدور پروانه، مجوزها، جرائم کمیسیون ماده 100، تغییر کاربری، بدهی به تعاونی منحله میزان و پیمانکاران است. مجموع طلب سهامداران این شرکت در دو بخش دارندگان برگه تعهد و دارندگان سهام به 51,000 میلیارد ریال میرسد. تو همون مشهد که واقعا برای فساد سازمان یافته حاصل خیزترین شهر شاید، بیشتر این مؤسسه‌های اعتباری بنا به گفته خود مسئولان بانک مرکزی تو مشهد به وجود اومده. تو همون مشهد مؤسسه سامن الحجج نزدیک 1.5 میلیون نفر دیگر رو بدبخت کرد. این آماری که میگم آمارا رو هیچ جوری نمیدن ها. خود سامن الحجج میگه 2,400,000 تا، مسئولین بانک مرکزی میگن 1,400,000 تا. حالا مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج سال 86 شروع به کار میکنه، سال 94 اعلام ورشکستگی میکنه. بانک پارسیان بهمن 94 میشه بانک عامل برگردوندن پول سپردگزارای مردم در سامن الحجج. 13 بهمن 95 مدیر عامل بانک پارسیان میگوید بنا به تصمیم به بانک مرکزی فقط پرداخت سپرده های زیر 10 میلیون تومان تعیین تکلیف شده و ابلاغیه‌ای برای پرداخت وجوه بالاتر ارسال نشده است. بعد همینم ببینید اینا رو آدم میشنوه آدم نمیدونه که واقعا این مردم دارن چه میکنن با پولایشون که بر باد رفته و یکی دو نفرم آخه نیستن، چند میلیون آدم و به این صورت دوز نیومده تو خونشون بی خبر دوزی کرده باشه، تقدیم کردن دو دستی به این حکومت و مؤسسات مالیش. بعد همین هم که میگن، یعنی همین پرداخت سپرده های زیر 10 میلیون تومان تعیین تکلیف شده، همین هم دروغ میگن، همین هم بر اساس سپرده گذاری ها و تعداد سپرده گذاران نیست. یه مبلغی میذارن وسط، حالا از بانک مرکزی میگیرن که اونم میره از صندوق ذخیره برمیداره، یه مبلغی میذارن وسط میگن مال باز پرداخت سپرده های زیر 10 میلیونه. تو جلسه میشنن تصمیم میگیرن بالای 10 میلیون هم فعلا به ماچه. حالا اگه این مبلغ کفاف نده واسه همونایی هم که دارین میگین، همونایی که میگین همشون رو تعیین تکلیف میکنین زیر 10 میلیون سپرده گذاشتن، اگه همین کفاف نده چی؟ سوال دیگه. جواب مدیر عامل بانک پارسیان گفت برآوردها نشان میدهد که در مجموع پرداختی به سپرده گذاران زیر 3 میلیون تومان در حدود 200 میلیارد تومان و مبالغ مربوط به سپرده های زیر 10 میلیون تومان حدود 1200 میلیارد تومان است. در حقیقت محاسبه خالص برآوردی از کسر تسهیلات دریافتی و سپرده های مردم در سامن الحجج است و منظور کل سپرده آنها نیست. یعنی چی؟ یعنی فقط بانک پارسیان متولی برگردوندن بخش از سپرده های مردمی است که در سامن الحجج پولشون رو گذاشتن، بخشش. خب آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی سه روز پیش از این حرفایی که براتون خوندم، پیش از این حرفای مدیر عامل بانک عامل پارسیان فرموده بودن مشکل 90% سپرده های سامن الحجج حل شد. سپرده هایی که مطالبه دارن مردم موجوده، اموال پیش بینی میشه که بخش عمده ایش میتونه پاسخ داده بشه. دارایی ها الان شناسایی شده، دقیقا تحت کنترل قرار گرفته. چی های دکتر؟ ملک زمینه؟ ملک و املاک و این بحثاس بشه، ملک، املاک و تسهیلاتی که داده شده منبع اصلی ایجاد نقدینگی یک ما بتونیم سپرده ها رو برگرد. ملک و املاک هم طبیعتا بعد مزایده گذاشته؟ به تدریج جاره الان داره انجام میشه؟ الان به تدریج داره قیمت گذاری میشه و مبنای مزایده به دست میاد و بعد بر اساس عمل میکنه. یه هیئت تصفیه‌ای در بالای سر مؤسسه قرار گرفتن از طریق سه تا دستگاه که انشاءالله داره روند خیلی خوبی طی میشه. خیلی بطئی نشده، خیلی طولانی نشده. از تعداد بالای 90% تا این تکلیف شدن. این مصاحبه مال کی بود؟ مال 10 بهمن 95، 4 ماه بعد، تجمع 8 خرداد 96. جواب بده، باید جواب بده، سیف باید جواب بده،
مدیران تعاونی اعتباری سامان الحجج بارها در مصاحبه‌های خود از جمله در آخرین بیانیه‌ای که هفته گذشته صادر و همکنون در سایت آن نیز موجود است آمار سپرده‌گذاران را 2,300,000 نفر عنوان کردند. حالا مسئولان بانک مرکزی میگن 1,000,000 زیادی به ما گفته بودن. خب عرض کردم همینی که شما میگین 1,300,000 نفر سپرده‌گذار سامان الحجج طبق همین آمار، همین جدولی که دیدین، 68% سپرده ها زیر 10,000,000 تومن. کسی که 10,000,000 تومن گذاشته و اینقدر داره جلز بلز میکنه که پولشو پس بگیره، هیچی دیگه نداره. خیال کرده این پولو میذاره یه چند سال دیگه دو برابرشو میگیره، یعنی حساب کتابش در همین حد نخورو بمیره. همینان که دیگه صبرشون لبریز میشه، چیزی ندارن که از دست بدن. یک روز قبل از عملیات تروریستی تهران 16 خرداد 96 مشهد خیام، مردی که میگه 30 سال زحمتمو ریختم توی مؤسسه های بی اعتبار. 38 سال داره پدرمو رو درآوردن. این همین روزی کار که دوزا هر دقیقه داره زیاد میشه. ما باید دیگه بیتن دوزا دوزا اینا که میتونن این مؤسسه های اعتباری رو راه بندازن و مردم رو اینطوری سرکیسه کنن، اینا کیان؟ همین سامان الحجج. رئیسش این شخص سید ابوالفضل میرعلی است. 2,000,000 سپرده‌گذار و خانواده هاشون رو بدبخت کرده. ببخشید 1,300,000 تا به قول مسئولان. ککش هم نمیگزه. چرا؟ چون سید ابوالفضل میرعلی مدیر عامل تعاونی اعتباری سامان الحجج، داماد نماینده رهبر معظم در سبزوار است، برادر زنش امام جمعه موقت سبزوار حجت الاسلام صادق ابراهیمی. ایشون بیش از 8 سال دادستان ویژه روحانیت 4 استان غربی کشور بودند. ایشون الان چیکار است؟ معاون دادستان ویژه روحانیت تهران. برای اینه که میبینین علم الهدا و امام جمعه بندر عباس و بقیه نماینده های خامنه ای میگن به ما ربطی نداره، شما بدبخت شدین. خودشون بدبختتون کردن. فقط یه قلمشو بشنوید. محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی میگوید 6 خرداد 96 مؤسسه سامان الحجج یک سری سپرده ها را از افراد خاص گرفته بود و نرخ سود 57%، 54%، 52% و 46% به حساب آنها واریز میکرد. این دیگر سود نبود، در واقع رشوه بود. این باعث کسری عمده شد. میزان طلب باقی مانده سپرده‌گذاران چقدر است؟ 3550 میلیارد تومان طلب باقی مانده سپرده‌گذاران از مؤسسه سامان الحجج است. چه زمانی این گفته میشه؟ 6 خرداد 96 سامان الحجج سال 94 اعلام ورشکستگی کرد و بانک پارسیان شد بانک عامل برای پرداخت سپرده‌های مردم که پرداخت نمیشه. 3550 میلیارد تومان مردم طلب دارن از اینجا، چرا پرداخت نمیشه؟ 11 ماه از آغاز باز پرداخت سپرده‌های بالای 35 میلیون تومان مؤسسه ورشکسته سامان الحجج می‌گذرد، اما هیچ باز پرداختی نشده است و سپرده‌گذاران نیز با توجه به تعهد خود به بانک مرکزی نمی‌توانند برای وصول طلب خود اعتراض و ادعا کنند. چه تعهدی دادن سپرده‌گذارای سامان الحجج به بانک مرکزی؟ بانک پارسیان به نمایندگی از بانک مرکزی یه تعهدنامه 6 بندی به هر سپرده‌گذار سامان الحجج داد، ازشون امضا گرفت. در بند 2 این تعهدنامه نوشته شده است در صورت تأمین و تخصیص منابع به بانک عامل توسط بانک مرکزی، مابقی طلب این جانب پرداخت خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تأمین منابع لازم از سوی بانک مرکزی پرداختی صورت نخواهد گرفت
و این جانب هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت. این امضا رو از مردم بدبخت میگیرن. این جوریه که مردم عصبانی شعار میدن. ببینین این فقط مؤسسه های مالی و اعتباری نیستن که با اعلام سود بالای 20% مردم سرکیسه میکنن، گولشون میزنن. بانک های زیر نظر مستقیم بانک مرکزی هم همینطورن. ربا که میدونین چیه؟ سود پولو میگن ربا. ها؟ که حرامه. بانک مرکزی یه شورای فقهی داره. شورای فقهی بانک مرکزی گله‌مند است که چرا نقش مشورتی داره، باید مصوباتش لازم الاجرا باشه. این شورایی است که برای تحقق بانکداری اسلامی تشکیل شده. بانکداری اسلامی بانکداری بدون رباست. تمام سود سپرده ها از نظر فقه شیعه ربا محسوب میشه و همش حرومه. دوستان در بانکای غیر قانونی به اسم غیر قانونی و مؤسسات اعتباری یه سری سودهایی رو سپرده‌هایی رو گذاشتن و سودی رو می‌گرفتن و سودهاشون رو مثل اینکه ظاهراً ازشون کم کردن، حالا میخوام مبلغشون رو پرداخت بکنن. مبلغ اصلیش ها این سودایی که پرداخت کردن به اسم اینکه ربا بوده و اینا میخوان ازشون کسب بکنن و پرداخت بکنن. من ممنون میشم اگر این گزارش رو براشون بذارید که برای مسئولین ببینن و که در بانکای دولتی دارن سودای 27% به مردم میدن و بعد از 4 سال من دارم اینو پرداخت میکنم با وجود اینکه 2-3 ماه نتونستم دیرکرد داشتم توی پرداخت این قسط، دارم برجی 50,000 تومان همونطوری که مشاهده میکن 49,000 تومان به 245,000 تومان من اضافه شده، 294,000 تومان دارم پرداخت میکنم. 4 ساله دارم این قسط رو پرداخت میکنم. یه بارم این گزارش رو من پخش کردم، چندین بار این مطالب رو من به دست مسئولین خواستم برسونم ولی هیچ گوشی شنوایی نبوده. در بانکای دولتی شما دارید 27% به مردم سود میدید. 6 میلیون من وام گرفتم، 1 میلیون و 200 تو بانک نگه داشتید، گرچه که اونم بعداً از خود قسط کم کردید. 4 میلیون و 800 به من پرداخت کردید، 4 میلیون و 800 بعد از 4 سال پرداخت یک قطار قسط. هنوز نتونستم قسطمو تموم بکنم، هنوز نتونستم واممو تموم بکنم. اگر 27% شده 14% در بانکای دولتی بعد از 3 سال که میدونم 14% شده، من سال 1392 این وام رو گرفتم و الان 96 بعد از 4 سال میدونم 2 سالش 3 سالش حداقل 14% شده، چرا باید هنوز 27% پرداخت بکنم؟ 27% بهره بانک دولتی یعنی بی منطقی ورشکست کننده سیستم پولی و بانکی کشور بر بانک‌های دولتی هم حاکمه. هیچ جای دنیا اینجوری نیست. دولت اکنون در حدود 150 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است و عنوان میکند اکنون نمیتواند و ندارد که این بدهی را پرداخت کند. وقت دنبال دلیل منطقی میگردیم که چرا یه مؤسسه ورشکسته مالی باید فقط با عوض کردن اسمش دوباره بتونه فعالیت کنه و پول مردم بدبخت رو بچپه. تا تونستن با عوض کردن مکرر اسم و تابلو مؤسسه های مالی ادامه دادن. اما مردم که پولشون رو تو مؤسسه فلان گذاشتن، وقتی اون مؤسسه فلان ادغام میشود توی مؤسسه دیگه یا اسمش عوض میشه، بعد 2-3 ماه دوباره این یکی اسمش عوض میشه و ادغام میشه توی یکی دیگه، سپرده گذاری که تو مؤسسه اولی پولش گذاشته بود باز میره سراغ همون مؤسسه. برای اینکه اینا مخصوصا اینقدر تند و تون ادغام میشن و اسم عوض میکنن که تا مدت ها میتونن با چند تا اسم کار کنن، دفتر داشته باشن. مؤسسه آرمان فقط یه نمونه است تو این قضیه که بارها تو 10 سال گذشته اتفاق افتاده. همین مؤسسه آرمان زیر نظر بانک مرکزی دست کم 2 بار ادغام شده به همین اسم مؤسسه آرمان. یه بار با فرشتگان ادغام شد، یه بار با کاسپیان. 17 3 96
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس با بیان اینکه 550 میلیارد از سپرده های مردم در مؤسسه آرمان جذب شده است گفت کسی پاسخگوی سپرده گذاران نیست. این مؤسسه ها همه ادغام شدن تو کاسپیان دیگه، 8 مؤسسه. سه شنبه پیش، یه روز قبل از انفجار چیز عملیات تروریستی، سیف رفت مجلس کمیسیون اقتصادی واسه صحبت درباره کاسپیان. بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چی گفت؟ نتیجه رو چی گفت؟ بر اساس توافقات انجام شده و احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی، مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپیان تا سقف 20 میلیون تومان پرداخت می‌شود. ببینین، اولا کاسپیان مؤسسه مجوز داره و الان مال خود بانک مرکزی در واقع. یعنی اگر بانک مرکزی میگه، هرچند به دروغ، میگه فرشتگان و اونایی که پول مردم بالا کشیدن مجوز نداشتن و کلاهبرداری کردن و غیره، همشون مجوز داشتن که گفتیم. ولی این کاسپیانه که خودتون درست کردین که 8 تا مؤسسه به اصطلاح بی مجوز و منحل کرده بودین، ورشکستاری دیگر رو بکنین توش تا ساماندهی کرده باشین و لااقل اصل پول مردم پس بدین، سودشون سرتون رو بخوره. چرا میگین با این کاسپیانتون تا 20 میلیون رو پس میدیم؟ اونی که بالای 20 میلیون تو این 8 تا مؤسسه سپرده گذاشته، اون چی میشه پولش؟ کلن قلم گرفتین همه اینا رو. دیگه جلسه سیف با همین سه‌شنبه پیش با کمیسیون اقتصادی مجلس، چند هزار میلیارد تومان آخه. بعد همینم هم که میگین نمیدین. بچم تو بیمارستان خدا شاهده، تو آی سی او بیمارستان ساسان برم بپرسن همه اینا این عکس بچم تو بیمارستانه. شبیه یه دونه آمپول بهش میزنن 1 میلیون. اینای بچم تو آی سی او بیمارستان ساسان خوابیده. الان من نمیدونستم این خبر است، اومدم بدم قشم مثل بچه آدم پولم رو بگیرم. بگو این پول پول پفک بچه آدم نمیشه. شالا امیدوارم بچه تو میره بقل بچه های من بخوابه. بگو این پول منو بدیم، من تو سود نخواستم. 15 میلیون مال من، این 15 میلیون پول برای شما. به خدا قسم کرد آزاب نکنیم سخون اومده چه بابا میکنم. کیا پوله این مردم های گلوشون میره پایین؟ همه حکومت یا چپ و راست هم نداره. بذارین یک دیگه از نامه یکی از بیننده ها رو براتون بخونم که نوشته است در برنامه تان اعلام کنید بله در برنامه تون اعلام کنید که چرا فقط 2 تا از سهامداران فرشتگان رو گرفتن. اجهی گفت دیگه، گفت گرفتیم همشونو. چرا فقط 2 تا از سهامداران فرشتگان رو گرفتن؟ بقیه سهامدارا به کجا وصلن که دستگیر نمیشن؟ علی ابراهیم بای سلامی، مدیر کل سابق تعاون خراسان و سهامدار مؤسسه فرشتگان، با توجه به اینکه معرف وامی جهت پسر یکی از معاونان آقای روحانی هستند، آیا این ارتباطات در ایجاد مانع در پیشرفت پرونده این مؤسسه مالی دخیل است؟ جواب بدین دیگه. علی ابراهیم بای سلامی نه تنها دستگیر نمیشه، بلکه تو همین سر و صدای فعلی به معاونت کاسپیان منصوب میشه. به گزارش روابط عمومی مؤسسه اعتباری کاسپیان، در اجرای برنامه سازماندهی لازم برای فعالیت مؤسسه، طی احکام جداگانه از سوی مدیر عامل مؤسسه، معاونین مدیر عامل منصوب گردیدن. بر این اساس آقای علی ابراهیم بای سلامی به سمت معاون پشتیبانی و منابع انسانی تعیین می شود. قبلش چی کاره بود؟ علی ابراهیم بای سلامی مشاور محترم مؤسسه اعتباری آرمان فرشتگان. نمیشه همشون دستشون توی کاسه نباشه و این همه دزدی و فساد گسترده و طولانی مدت. احمد خاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات و تجارت، میگوید همه مؤسسات مالی غیر مجاز دارای پشتوانه سیاسی هستند و از سوی یک نهاد رسمی و یا غیر رسمی حمایت میشوند. این مؤسسات از سوی برخی از ارگانهای نظامی مانند سپاه، امام جمعه ها، وکلای مجلس شورای اسلامی و غیر مورد حمایتهای سیاسی هستند. مدیر عامل اسبق بانک صادرات و تجارت احمد خاتمی یزد در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی با این دست از مؤسسات مدارا می کند، گفت بانک مرکزی هیچ مدارایی با این مؤسسات نمی کند.
بلکه در اصل توان مقابله با آنها را نداره. ببینین این سند وام قرض الحسنه است که بانک سپه پرداخت کرده به مدیر امور برنامه ریزی بانک سپه. چقدر؟ 3,036,900,000 برای چی؟ دلیلشو بخونین. رفع احتیاجات ضروری. بیش از 3 میلیارد، نزدیک 4 میلیارد. برای رفع احتیاجات ضروری به این دلیل. این شخص کی هست؟ بسیجی ولایت مصطفی پرتو افکنان، عضو هیئت رئیسه و مدیر امور سازمان و برنامه‌ریزی بانک سپه. اینا بانک‌های حکومتی هستند. همون بلایی که مدیران این بانک‌ها سر سپرده‌های مردم میارن، مؤسسه‌های مالی هم همون بلا رو میارن. فرقش این است که این بانک‌ها وقتی هم که مثلا کم میارن، بانک مرکزی با پمپاژ پول سر پا نگرشون می‌داره. ولی تا کی؟ اونم تو این بی منطقی و بی برنامه‌گی اقتصاد بانک محور ایران. همون روزی که سیف رفت مجلس برای گزارش کاسپیان، سه‌شنبه پیش، مردم جلو مجلس و بانک مرکزی تظاهرات میکردن. 16 خرداد جلو مجلس. ببینین این مردم به جان اومدن فقط از راه این تظاهرات میتونن جواب سیف رو بدن با این شعار نوشته ها دروغ دیگری از بانک مرکزی ساماندهی 90% سپرده‌گذاران کاسپیان بدون پرداخت حتی 1 ریال فقط از راه مؤسسات مالی نیست که مردم رو وادار کردن دو دستی دار و ندارشون رو عرض کردم تقدیم این جماعت بکنن یکی دیگه از راه های دوزی و کلاهبرداری های کلون این جماعت پروژه های خانه‌سازی و برج‌سازی من یه تیکه بخونم از شهروندیار نوشته است پس از انتشار آگهی پیشفروش پروژه نگین غرب کرج در سال 79 حدود 55,000 نفر اقدام به پرداخت وجه و خرید واحد در این مجتمع کردند که قرار بود ساختمان‌های پیش فروش شده تا 24 ماه تا 2 سال به متقاضیان واگذار شود. امری که البته پس از گذشت 16 سال هنوز انجام نشده است. بعد حالا اردیبهشت 96 بچم تو بیمارستان خدا شاهده تو آی سی و بیمارستان ساسان برم بپرسن همه اینا یه عکس بچم تو بیمارستانه خب ببینید تظاهرات نگین غرب اگه دوستان بتونن پیدا کنن در این فرصت باقی مانده نشون بدیم آماده است نشون بدیم ببینید اینا که میدونیم گفتم کیان و پشتشون به کیا گرمه اینایی که اینا را میندازن به قول احمدی یزد یا سپاه یا امام جمعه و نماینده های مجلس یعنی در واقع پشتشون به نماینده های رهبر معظم یعنی بیت رهبر گرمه یک منبع مطلع در سپاه پاسداران به آمد نیوز گفت سردار مسعود مهردادی عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران بانک انصار شرکت ارتباطات سیار شرکت مخابرات و همچنین در هلدینگ یاس متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران در سمت مدیریت عاملی مشغول به فعالیت اقتصادی بوده به دلیل مشارکت در اختلاس کلان مالی 13,000 میلیارد تومانی به همراه قائم مقام خود سردار سیف سجادینیا بازداشت شده من اول فکر میکردم حتما سهمی نداده یا گردنکشی کرده تو این سیستم که چون دلیلی نداره که دزدای کلون خودی رو بگیرن باورتون میشه خبری که امروز اومد متهم ردیف اول اختلاس 13000 میلیارد تومانی با وساطت دوستانش و سرداران رده بالای سپاه پاسداران از زندان آزاد شد سردار مسعود مهردادی متهم اختلاس 13000 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد ببینین فقط در نظر بگیرین که با 13000 میلیارد تومان چه کار میشه کرد برای مملکت
این موقعی وزارت آموزش پرورش جمهوری اسلامی اسفند 95 اعلام کرد که در کشور به 24,000 کلاس درس احتیاج داریم. بعد هزینه ساختن هر کلاس درس هم اعلام کرد که حدود 185 میلیون تومان میشه. وزارت بهداشت و درمان هم هزینه هر تخت بیمارستانی رو 500 میلیون تومان اعلام کرده. 13,000 میلیارد تومان یعنی چی؟ یعنی هزینه 70,270 کلاس درس. سه برابر نیاز کشور رو آقا بالا کشید رفت. سه برابر نیاز کشور به مدرسه، به کلاس درس و 26,000 تخت بیمارستانی میتونست با این پول انجام بشه، ساخته بشه، بره تو بیمارستان. بریم پرده آخر. جبرئیل کنار ابراهیم گفت ابراهیم بشرناها به اسحاق، خدای منان اراده کرده است از تو پیر مرد 120 ساله چون اسحاق بعد از اسماعیل است و این پیر زن ساره هم دختر خالش بود و این پیر زن ساره 115 ساله خدا میخواد به بچه بده. ساره وایساده بود حرف جبرئیل را شنید، هار ریزد بخنده، گوه چی میگی؟ من پیر زن 115 ساله دیگه خوشیده شده به هم، شوهرم هم که 120 ساله دیگه سیب زمینی هم تو توفنگش نیست، این بچه کجا بود دیگه؟ جبرئیل بهش گفت اتعجبین من امر الله، چی میگی؟ چرا خندیدی؟ امام صادق فرمود چون ننه مادر اسحاق ساره به امر خدا خندید و این جمله را گفت، خدای منان خطاب کرد ابراهیم اولاد این اسحاق را 400 سال به ظلم فرعون مبتلا میکنه، گناه را ننه میکنه، نکبتش یک اولاد را میگه. شب و روزگار خوش.